به جنوب اسرائیل مجددا میریم، همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی تا ما رو در جریان آخرین تحولات این منازعه قرار بده. اشکان، شرایط در حال حاضر چگونه است؟ فری، با اشاره کردی به صحبت‌های مقامات آمریکایی و همچنین ارسال ناو هواپیمابر یو اس اس رالفورد به در واقع از دریای مدیترانه به سواحل اسرائیل، من میخوام به این نکته هم اشاره بکنم که برخی از مقامات حماس دیشب ایالات متحده رو هم تهدید کردن، در واقع گفتن که آمریکا باید بدونه که نه تنها ما از اون نمیترسیم، بلکه در واقع تهدید کرد که حتی اونها ایالات متحده رو هم اگر لازم باشه حماس بهش حمله خواهد کرد. اما در مورد آخرین ها باید گفت که همین لحظاتی پیش وزارت خارجه تایلند تایید کرد که دست کم 12 شهروند تایلندی در حمله بامداد شنبه حماس به جنوب اسرائیل کشته شدند. پیشتر کشورهای دیگری هم تایید کرده بودند که شهروندانشون کشته شدند، هرچند که هنوز تعداد دقیق شهروندان خارجی که در این حمله حماس کشته شدند رو ما نمیدونیم. از طرف دیگه در همین دقایق گذشته ما صدای چند انفجار رو در اینجایی که هستیم شنیدیم. به نظر میاد که این انفجارها در واقع صداهایی که ما میشنویم صدای حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه است که تا چند کیلومتر اینورتر جایی که ما هستیم هم شنیده میشه. اسرائیل از دیروز، در واقع دیروز و دیشب، حملات خودش رو به نوار غزه به شدت افزایش داده. به نظر میاد بعد از شاید مدت‌ها اسرائیل به تمام اهدافی که به نظر میاد متعلق به حماس هستند حمله میکنه. حتی گزارش‌های متعددی درباره بمباران همین الان، من باید بگم که همین الان هم دوباره یک صدای انفجار شدید رو ما شنیدیم. حتی داشتم میگفتم که اسرائیل بر اساس بعضی از گزارش‌ها به مساجدی هم که حماس دفاتر خودش رو در اونجا بنا کرده اسرائیل حمله کرد، اتفاقی که در تمام سال‌های گذشته بی سابقه بوده. آمادگی برای عملیات زمینی علیه نوار غزه هم همچنان ادامه داره، اما اینکه این عملیات کی رخ بده هنوز مشخص نیست. دلایل مختلفی داره، یکی از اونها در واقع گروگان‌های اسرائیلی و غیر اسرائیلی که هستن که حماس و جهاد اسلامی در اختیار دارن. اعدادی که خود حماس و جهاد اسلامی اعلام کردن دست کم 130 گروگان هست. رهبر جهاد اسلامی زیاد نخاله دیشب گفت که ما حداقل 30 نفر و شاید بیشتر گروگان اسرائیلی در اختیار داریم و هشدار هم داد به اسرائیل و گفت که تا وقتی که اسرائیل تمام زندانیان فلسطینی رو آزاد نکنه این گروگان‌ها آزاد نخواهند شد. این یکی از موضوعاتی است که اسرائیل باید به اون فکر بکنه برای ادامه عملیات خودش در نوار غزه. و در واقع تحلیلگران هم در اسرائیل بر دو دست هستن و حتی مردم اسرائیل گروهی هستن که میگن با توجه به این همه قربانی که اسرائیل داده الان نباید چندان فکر بکنه به در واقع به این گروگان‌هایی که دست حماس و جهاد اسلامی هستن و باید عملیات خودش رو با قدرت تمام ادامه بده. هرچند که گروهی دیگر میگویند که شرایط این گروگان‌ها و زنده برگردوندن اونها به اسرائیل باید در واقع هدف اول اسرائیل باشه. از طرف دیگه ما همچنان میدونیم آنطوری که سخنگوی ارتش اسرائیل گفته شمار بالایی از شبه نظامیان تروریست های حماس هنوز در خاک اسرائیل هستند و حتی تا دیروز برخی از در واقع جاهایی از حصار مرزی بین اسرائیل و نوار غزه را که موفق شده بودند تخریب بکنند باز بود و میتونستند که وارد اسرائیل بشن و این اقدام رو هم به نظر میاد که کردند. شرایط باید گفت که هنوز در اینجا در جنوب اسرائیل بسیار شکننده است و هم گاه و بیگاه ما شاهد
درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان در نقاط مختلف هستیم و هم حملات هوایی اسرائیل ادامه داره، هرچند که از نیمه شب گذشته تا بامداد امروز شمار راکت‌ها و موشک‌هایی که به سوی اسرائیل شلیک شده بسیار کم شده. حالا این میتونه چند دلیل داشته باشه به گفته تحلیلگران. یکیش میتونه این باشه که حملات هوایی بسیار شدید اسرائیل باعث شده که در واقع شبه نظامیان نتونن حتی از پناهگاه‌هاشون بیرون بیان برای شلیک راکت. یکیش هم این میتونه باشه که در واقع حماس و جهاد اسلامی الان منتظر این هستند که ببینن که واکنش اسرائیل چه خواهد بود و بر اساس اون تصمیم بگیرند که چه تعداد از راکت ها رو به کجا میخوان شلیک بکنن.